کله پاچه باید همینقدر سفید و درشت باشه. آقا فرهاد، خبر تازه امروز رسیده. خوشدار روز تهران با همونی که داخل سینی هیچ فرقی نمی‌کنه. واه واه، سفید و درشت انصافا نگاه کن. تو خیابون بهبودی پایین‌تر از نصرت یه طباخی پیدا کردم از ساعت 4 صبح بازن کله پاچه دارن تا 11 ظهر. از ساعت 4 بعد از ظهرم تا 11 شب بازن سیراب شیردون دارن. چه سیراب شیردونی، توش جیگرم داره. بیا تو اینجا طباخی بهبودی، بچهای آزادی بهبودی، بچه محله خودمون. آقا این ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کنید. اومدیم یه طباخی با سابقه. آه نگاه کن اینجا، میخوام با ساعت بناگوش درارم. ببین دونستم و ساعتو خوشگل اینجا این قسمتش رو باید بگیریم. نگاه کن اینو میگیری پاک میکنی. این بره بناگوش هم تونستم. آقا نگاه کن خدایی، الان یه سینیش پر شد با یه جفت بناگوش. تازه گوش و لب و اینا مونده. آقا زبونو چجوری کنم کنم؟ زبونو اینجوری میزنیم این میاد بیرون، درسته؟ خراب کردم؟ اوستا ما که نتونستیم، خودت یه دست کامل بزن ببینیم چجوری میزنیم. اول از پاچه شروع کنیم. این چهار تا پاچه را نبرد. دیدی چجوری پوست گرفت؟ حیف میکنم الان. اینم یه دونه بناگوش دارم. اینم بناگوش بعدی. اینم بناگوش بعدی. اینم از چه چهار؟ این شنبه جمعه که با کله پاچه شروع نشه واقعا با شنبه فرقی نداره. آفرین، جا نمیشه. مگه گوشت ماشو بذارم تو؟ آره واقعا ماشاءالله همین سینیا درشته ولی کله درشتره. این یه دستش چند نفر رو سیر میکنه؟ 6 نفر معمولا، 5 نفر 6 نفر جواب. اونم یه دست کرده میشه. بله، اینم داشت. دست گل ده دقیقه. مرسی. دو مدل سیرابی داریم؟ بله. یه دونش همون سیراب شیدونی که سنتی همه میخوان. سنتی همه میخوان. اینجا جیگر هم داریم، درسته؟ هر جای جیگر نداره تو سیرابیش. بله، جیگر هم دارم، جیگر هم. بعد جالبیش اینه که سیراب شیدونشون هم خودشون میپزن. من دیدم خیلی جاها سیرابی آماده میارن ولی اینجا از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر سیراب شیدونشون رو میپزن که آفرین. کارشون هم درسته. او این چیه؟ یه دونه سیراب رومت. آها سیرابی گلاسه میشه؟ بله. اون لاکشری هست. این هم واسه همه مشتری ها همینقدر مایه میذاری دیگه. فهم نمیدونم دست درمه. کسی بخواد یه دونه مغز میزنم، کسی هم بخواد نصفشو میزنم. خب حالا نصفشو زدم. این هم از سیرابی گلاسه ما. این هم از روغنش. مرسی. سیرابی سادیه چنده؟ 35. گلاسه چند؟ 55. دادش برزینه رو بزن تا چش میزنن. خب یه دونه پاچه میزنن. آها یه نصف برز یه دونه نصف گوشت. اصل مجموع میشه ها. همه مجموع هم برزینه. عدیزه ها. همینقدر عدیز هم میشه؟ دم شما گرم. دقیقا روبروشون یه دونه نونوای سنگکی هستش که همیشه نون سنگک داغ میدم به مشتری. دقیقا از همون صبح که بهتون گفتم 4 صبح تا 11 که کله پاچه‌ام دارن همین نون سنگک داغ رو میدن. آقا ارسال هم دارن به کل نقاط تهران. این کله درشت واقعا ارزشش رو داره. 240,000 تومان یه دستش واسه 4-5 نفر جوابه. ببین اینجا همه مدل هم ترشی، پیاز، فلفل دارن. همین شکلی هم اگه دوست داشته باشین 4-5 نفری بیاین یه دونه از اینا قشنگ میذارن جلوتون موشه جون بکنین. سرویسشون واقعا کامله. کله خیلی وسوسه انگیزا. ما بریم تو کار این کله پاچه. منم که دیدین از زبون شروع میکنم. اینجا ساعت 4 بعد از ظهرم تا 11 شب سیراب شیردونم دارم. اونم از این سیراب شیردونای مشتی که هم با مغز داره هم ساده است، تو جفتش هم جیگر داره. جای همگی خالی. طعم کله پاچه که عالیه. توی تمیزی هم واقعا حرف ندارن. کل مغازه
قسمت پخت، دستگاهشون، همه چی تر و تمیز و خوش از رو بوه. اینجا اصلا وارد شدم هیچ بوی بدی نمیومد، با اینکه خودشون از ساعت مثلا 11 اینا مغازه رو تعطیل میکنن تا ساعت 4 بعد از ظهر، سیراب شیردون هم خودشون بار میذارن. به گفته خودشون میگه ما فقط یه نمک رو از بیرون بگیریم، همه چی رو خودمون درست می‌کنیم، حتی این ترشیا همه خونگی درست میشه. خیلی عطر و طعم خوبی داره. اصل سیرابی خورا میدونن که باید سرکه بزنن و آب لیمو، حالا اگه نارنج هم بود که با همون فرمول میزنیم تو گوشش. نارنج هم میزنیم، این دیگه خودش معجونی شد واسه خودش. و ببین جیگر هم داره، هر جایی جیگر نمیزنه تو سیرابی. من خیلی دوست دارم سیرابی خورا، میدونن چیه. هم عالی ها. این دوتا کوچولو خوشگل هم که میبینید پسرای آقا فرزاد از صاحب اینجا، یه حرف قشنگی زد گفتم بهتون بگم. گفتش که من تا وقتی که غذا رو دست بچه هم ندم دست مشتری نمیدم. انقدر حرفش به دلم نشست گفتم به شما هم بگم. خیلی قشنگ بود، ایشالا که خدا به کسب و کارشون برکت بده.